شورای عالی نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی از عرضه 10 درصد سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در بورس با هدف کشف قیمت خبر داد. این روی ساده ماجرا بود، اما این خبر یک نیمه پشت پرده دارد و آن این است که طبق اعلام این شورا ابتدا 10 درصد از سهام دو باشگاه برای آنچه کشف قیمت نامیده می شود در بورس عرضه خواهد شد. و سپس پنجاه درصد سهام باقی مانده ی هر باشگاه به سهامداری عمده واگذار خواهد شد. اگر تکه های از خبر را کنار هم بگذاریم، خواهیم فهمید که این سهامدار عمده کسی نیست جز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همان ارگان ناماشنا که دستهایش پشت تمام فسادهای اقتصادی و سیاسی در ایران پنهان است. با ما همراه باشید تا جزئیات یک خیانت دیگر به مردم ایران را مرور کنیم. یک کارشناس بورس به ایران وایر گفته است که قبل از هر چیز یک مسئله را به صورت قطعی برای خودتان حل کنید. مملکت متعلق به سپاه است. حتی رهبر مملکت و دارایی هایش هم متعلق به سپاه است. پس به این مسئله فکر نکنید که استقلال و پرسپولیس در دست سپاه یا ستاد اجرایی فرمان امام قرار نگیرند. وقتی این را برای خودتان حل کردید، حالا بیایید روی میز بورس. اینها باید 50 درصد از کل سهام را خریداری کنند. در اینکه این 50 درصد مالکیت به صورت قتل در دست سپاه قرار خواهد گرفت، اصلا تردید نکنید طی 24 ساعت گذشته شورای عالی نظارت بر اصل 44 قانون اساسی پیشنهاد خود را در دو مرحله و به صورت قطعی برای واگذاری سهام باشگاه های استقلال و پرسپولیس مطرح کرد اما آیا شما به عنوان یک هوادار ساده که تا امروز وارد فضای بازار بورس ایران نشده اید قادر خواهید بود که سهامدار باشگاه های محبوب خود شوید آیا سهام شما سوداوری مالی هم خواهد داشت یا حتی سهامداران کل چه کسانی و با چه قدرتی خواهند بود برای دست یافتن به پاسخ این سوالات کافی است نگاهی به ماجرا بیندازیم ابتدا وارد مرحله واگذاری ده درصدی و کشف قیمت میشویم طبق برآوردها دو میلیون و سیصد هزار نفر در بورس ایران مشارکت دارند یعنی این تعداد کد بورسی ثبت شده است این آمار قطعا تا زمانی که استقلال و پرسپولیس به بورس ارزش شوند حداقل یک رشد 500 درصدی خواهد داشت دلایلش ورود سهام عدالت به بازار بورس و همینطور تب هیجانی و ناگهانی کنونی برای ورود به این بازار است فراموش نکنید که ورود دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بورس هم باعث ورود یک موج جدید از شهروندان خواهد شد کسانی که اصلا شناختی از این بازار ندارند اما میخواهند سهمی از باشگاه های محبوب خود داشته باشند. به عبارتی می توان در قدم اول متوجه شد که قرار است بورس استقلال و پرسپولیس را میان افراد حقیقی با کدهای بورسی به شکل کاملا یکسان عرضه کند. اما این بهترین بخش واگذاری است. هر شخص می تواند میزان مشخص و یکسانی از سهام باشگاه محبوبش و حتی غیر محبوبش را داشته باشد. اینجا شورای عالی نظارت بر اجرای اصل چهار قانون اساسی به یک قیمت حدودی می رسد. یعنی بر اساس تعداد سهامی که فروخته شده به یک مبلغ ده درصدی از کل می رسد. هرچه تعداد شرکت کننده ها و خریداران بیشتر باشد، رقم کل هم نسبت به همان ده درصد بالاتر خواهد رفت. از اینجا به بعد اما همه چیز وارد مرحله بازی قدرت خواهد شد. یعنی پنجاه درصد سهام به یک صورت عمده به سهامداری فروخته می شود. اما با احتساب سهام خوردی که به مردم عادی فروخته خواهد شد شرکتی که ده هزار سهام داره احتمالی دارد قطعا یکی از کارتل های اقتصادی قدرتمند ایران است. چیزی شبیه به صندوق بازنشستگی کل کشور یا مثلا شستا. یک نگاه گذران نشان می دهد که تا اینجا ده درصد از سهام باشگاه های استقلال و پرسپولیس در اختیار سهامداران خرد قرار گرفته است. پنجاه درصد به صورت یک جا به شرکتی در ظاهر معتبر فروخته خواهد شد. شرکتی که ورودش به عرصه خرید پرسپولیس یا استقلال باید حتی برای سهامداران اولیه خودش هم بازدهی مالی داشته باشد. و طبق قانون در بازه های سه ماه، شش ماه و نه ماه و یک ساله باید به سهامدارانش پاسخگو باشد. اما چهل درصد باقی مانده چگونه عرضه می شود؟ این مهمترین بخش مالکیتی استقلال و پرسپولیس است. در حقیقت شرکت هایی که موفق شوند بیشترین سهم را خریداری کنند نقش کلیدی در آینده دو باشگاه خواهند داشت. اجازه دهید داستان را برای شما ساده کنیم. چهل درصد باقی مانده از سهام باید میان شرکت های حقیقی و حقوقی تقسیم شود. اول اینکه مسلما علی پروین و کانون پیشکسوتان پرسپولیس بین 5 تا 10 درصد از سهام پرسپولیس را خریداری می کنند. دلیلش هم این است که هم پول دارند و هم وزارت ورزش آنها را تایید خواهد کرد. از مهم این نیست که شما فقط یک شرکت قدرتمند داشته باشید. شما باید تایید شوید. چهل درصد باقی مانده احتمالا به صورت کاملا نقد و شاید نقد و اقساط به شرکت هایی با قدرت مالی مشخص و مورد تایید نهادهای امنیتی و وزارت ورزش واگذار خواهند شد یعنی سهام باقی مانده را به صورت بلوک با درصدهای مشخص واگذار می کنند و شما اگر توانایی خرید آن را داشته باشید به مجمع تصمیم گیری باشگاه وارد می شوید. پس از آن بسته به میزان درصد مالکیتی که دارید حتی در تعیین سیاست های کلان باشگاه و انتخاب یک یا دو عضو هیئت مدیره هم نقش بازی می با این توصیف شاید وسوسه شده باشید که وارد این بازار شوید. اما باید گفت که سرمایه زیادی می سه سال قبل قیمت اولیه پرسپولیس در بازار بورس 500 میلیارد و استقلال هم نزدیک به همین رقم بود. و به گفته این کارشناس بورس امسال این رقم از 2000 میلیارد تومان بالاتر می رود. پس شما باید در نظر بگیرید که چون این ارقامی دست افراد عادی نیست یعنی باید به بدنه سپاه و نظام متصل باشید که با چون این ارقامی وارد بازار شوید. این کارشناس توضیح می دهد که در یک سیستم سالم حتی سهامداران کوچک و اعضای همان کلونی ده درصدی هم می توانند سهامدار کل را به چالش بکشند. اما آیا واقعا در نظام اقتصادی رژیم جمهوری اسلامی چون این اتفاقی ممکن است؟ این سوال را همه می پرسند. اما ببینید که تجربه ثابت کرده است که جمهوری اسلامی شفاف نیست. مگر نه که در بازی مثل استقلال و پرسپولیس یا بازی مانند واگذاری فولاد خوزستان یا مخابرات چه زد و بند هایی که نمی کند؟ همه چیز در کسری از ثانیه با یک تلفن انجام می شود. یا در مورد شستا حاضر بودن 20 میلیارد تومان رشوه بدهند و ماجرا تمام شود. چرا شما باید در مورد بنگاه های زیانده و کوشکی مانند استقلال و پرسپولیس چون این رقمی را هزینه کنید؟ این بنگاه ها از نظر مالی وسوسه انگیز نیستند و بیشتر بعد قدرت آنها در میان است تا ثروتشان. مثلا اگر سپاه رسما اختیار این باشگاه ها را در اختیار بگیرد چه استفاده های تبلیغاتی که از این دو باشگاه نخواهد کرد بحث دیگر به های انباشته استقلال و پرسپولیس است فقط در یک فقره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس تا روز شنبه هفته همه اسفند ماه بیش از چهار میلیون یورو بدهی و محکومیت قطعی از سوی فیفا داشتند. بدهی ها هیچ اهمیتی ندارد البته از نظر بورس. چرا که کافی است وزارت ورزش مثلا ورزشگاه درفشیفر یا ورزشگاه کازمی را به نام پرسپولیس و استقلال بزند و این می شود یک بنگاه متضرر با سرمایه های غیر منقول پس بدهی ها با دارایی ها صاف می شود و در نظر مردم بنگاه ها دیگر ضررده به نظر نمی رسند و مردم سهام را گران خواهند خرید و دست آخر این که اگر حتی وزارت ورزش یا دولت نخواهند باشگاه ها را حمایت کنند هم با عرضه همان ده درصد اولیه بخشی از مشکلات دو باشگاه در خود بورس رفت می شود. این کارشناس از هوادارانی که بدون اطلاع و شناخت از بورس صرفا به دلیل حضور احتمالی باشگاه های استقلال و پرسپولیس در این بازار قصد ورود دارند میخواهد که پیش از هر گونه سرمایه گذاری مطالعه کنند. به نظر می رسد که فروش و واگذاری سهام باشگاه های استقلال و پرسپولیس در بازار بورس در قدم های اول اندکی از مشکلات این دو باشگاه را پایان خواهد داد اما سپاه را مالک دائمی این دو باشگاه خواهد کرد حداقل تا زمانی که رژیم جمهوری اسلامی بر سر کار باشد مخاطبان گرامی ضمن درود اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.